رفراندوم شمار شرکت کنندگان در همه پرسی را 3,300,000 نفر اعلام کرده که معادل 72% واجدان شرایط است. نتیجه اعلام شده باید به تایید دادگاه استیناف اقلیم کردستان عراق برسد. رهبران کردستان عراق گفتند رأی مثبت مردم به آنها این اختیار را می‌دهد که مذاکرات استقلال از عراق را با دولت مرکزی و کشورهای همسایه آغاز کنند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق امروز خواهان ابطال نتیجه رفراندوم شده. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما از اربیل با ماست. نفیسه، به نظر میاد که موقعیت بن‌بستی هست. کردستان عراق میخواد گفتگوهای استقلال رو پیش ببره، ولی نخست وزیر عراق این رو قبول نداره. درسته، از همون اولش هم آقای عبادی اعلام کرد که به هیچ وجه اگر همه پرسی انجام بشه هیچ گفتگویی دیگه در کار نخواهد بود. نه فقط آقای عبادی، که حتی آمریکا و بریتانیا هم هشدار دادن به کردستان عراق که انجام دادن این پرسی میتونه راه‌های گفتگو رو برای آینده با بغداد ببنده. بغداد پافشاری میکنه روی این که باید این نتایج کلن نادیده گرفته بشه و آقای عبادی اعلام کرده امروز که هر اقدامی رو برای نگه داشتن و حفظ یک پارچگی کشور انجام خواهد داد، که دور از انتظار هم نبود. به هر حال نخست وزیر کشوری هستش که با خطر چند پاره شدن مواجه هست و فشار زیادی روش هست، هم از طرف هم از داخل و هم از خارج، که بتونه این کشور رو یک پارچه نگه داره. اما اینکه درهای گفتگو رو ببندن، همین ممکنه باعث بشه که روند جدا شدن کردستان به گفته خیلی ها اینجا حتی سریعتر اتفاق بیفته. گرچه مقامات کردستان عراق هم فرناز میگن که این نتایج حتی نشانه این نیستش که ما به سرعت بخوایم از عراق جدا بشیم و این زمان بر خواهد بود. جو و حال و هوا در بین مردم کردستان چطور است؟ میدونیم که اونها با شادی و شعف این رأی‌گیری رو برگزار کردن. شبی که رفراندوم برگزار شد، قبل از اینکه نتایج بیاد، خیلی خوشحال بودن. آیا هنوز هم همونقدر خوشحال و خرسند هستن؟ هنوز فکر میکنن که این اتفاق در شرف وقوع هست یا نه؟ هیجانش که همچنان تا حدی وجود داره، و این نه به اون اندازه که در روزهای قبل می‌دیدیم و همون روز برگزاری همه پرسی. به هر حال انتظار این نتیجه رو هم داشتن، یعنی همه انتظار این رو داشتن که رأی بالای بله باشه به این در این همه پرسی. اما به هر حال یک نگرانی‌هایی هم داره کم کم شکل می‌گیره که آینده چطور خواهد شد، روزهای آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. با وجود این که حتی مقامات کردستان عراق بارها خودشون هم گفته بودن که باید منتظر سختی ها بود، منتظر واکنش های تند از طرف به خصوص همسایگان بود، اما معلوم نیست که واقعا اگر این سختی ها بخواد تاثیر بذاره بر روی زندگی روزمره مردم، اون وقت چه واکنش هایی ما مواجه خواهیم بود. الان به هر حال یک حس ملی‌گرایی اینجا هستش، بر خوشحالن از اینکه این اتفاق داره میفته. خیلی ها میگن آرزوی دیرونه‌شون بوده صحیح. اما بعضی ها به خصوص اون کسایی که از اول هم مخالف این همه پرسی بودن، میگن که شاید واقعا روزهای سختتری در انتظار باشه. دولت مرکزی عراق از اقلیم خواسته که اختیار جاهای کلیدی رو برگردونند به دولت مرکزی. این روند چطور خواهد بود؟ از کی آغاز میشه؟ روشن هست چیزی در این باره گفتن؟ فقط در مورد فرودگاه اعلام شده که باید هم به سرعت کنترلش واگذار بشه و هم از ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه، این جمعه‌ای که داره میاد به وقت محلی، پروازهای بین المللی باید به اینجا لغو بشه. بعضی از خطوط هوایی عملا، از جمله خطوط هوایی خاورمیانه یا میدل ایست که متعلق به لبنان هست و پگاسوس ترکیه، از الان پروازهاشون رو لغو کردن. اما هواپیمایی ترکیه گفته که تا زمانی که دستور رسمی نگیرن پروازهاشون رو ادامه خواهند داد. بقیه هواپیمایی ها هم اعلام کردن که فعلا دارن بررسی میکنن شرایط رو. اما اینکه بخوان مرزها رو واگذار بکنن و مناطق مورد مناقشه مثل کرکوک رو، خیلی آسون نخواهد بود. به نظر نمیاد که مقامات کردستان عراق حاضر باشن که عقب نشینی بکنن. اما
اگر بخوایم به قانون نگاه بکنیم، قانون پشت بغداد هست تا اینکه طرف اربیل باشه و جامعه بین المللی هم رو همین بیشتر درگیر شده که نمیتونن خارج از قانون اساسی عراق هم بخوان فشار بیشتری روی بغداد بیارن. متشکرم نفیسه. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه از اربیل با ما.